درود دوستان، خیلی خوش آمد به یک ویدیو دیگه از چنل منگی. بچه یه سوء تفاهمی پیش اومده بعد از اینکه من یک ویدیو گذاشتم که خلاصه همه برید کلاسیک بازی کنید و کلی پول در بیارید، و من قرار بیام یه سری توضیحات بهتون بدم که اصلا اینطوری نیستش و چراشم بهتون بگم. حتما تا آخر ویدیو با من همراه باشید که خیلی ویدیو مهمیه. اگر شما دوستان جزی از دسته آدمایی هستید که هنوز داخل کلاسیک ارا هیروی نداره و بعد دیدن ویدیوی من دلش خواسته که یه هیروی داشته باشه، حالا با هر ترفندی داره یک پولی خرج میکنه یه هیروی بیاره بالا، این ویدیو رو من دارم واسه همچین شخصی ضبط میکنم در واقع. که من خواستم بهتون یه سری چیزا رو بگم، نا کنید بچه ها. همونطور که من داخل ویدیوی قبلی گفتم، یعنی ویدیوی اولین ویدیویی که در مورد کلاسیک گذاشتم، بهتون گفته بودم که وقتی سیزن آف دیسکاوری اومد جمعیت کلاسیک رو مثلا اگه 100 درصد بود شد 50 درصد. الان که سیزن آف دیسکاوری تا حدی دد شده به خاطر اینکه آخر فیزش هستیم، چه اتفاقی افتاده؟ جمعیتش از 50 درصد شده 75 درصد. اما مطمئن باشید وقتی که سیزن آف دیسکاوری دوباره فیز دوش بیاد، دوباره کلاسیک رو به همون ارزم به حضورتون دد شدنش برمیگرده و بازم هیچ پلیری توش نیستش که پلی بده و بازم شما نمیتونید گلتون رو بفروشید و بازم نمیتونید متریالتون رو بفروشید. فقط این واسه این مدت زمان انقدر خوب شده، و دلیلی که من دارم ویدیوهاشو میذارم این هستش که وقتی که شما بیکار هستید داخل سیزن آف دیسکاوری و کاری واسه انجام دادن داخل سیزن آف دیسکاوری ندارید، بهترین کار الان این هستش که شما بیاید داخل کلاسیک ارا، ارزم به حضورتون یک کاراکتر بگیرید لول اپ کنید، خودتون لول اپ کنید. من خیلی رو دیدم که میان چیکار میکنن، که میان حالا الان دنبال خرید اکانت کلاسیک ارا هستن، الان دنبال خرید گولد هستن که داخل کلاسیک ارا بتونن کاراکترشون رو بوست کنن تا سریعتر بتونن برسن به این گولد فارمایی که من بهتون نشون دادم. الان خیلی دنبال این هستن که عرضم به حضورتون خلاصه با خرج کردن پولی، چه میدونم اکان خریدن، گولد خریدن و و غیره، بخوان مثلا داخل کلاسیک ارا هیروشون رو سریعتر بیارن بالا. اما شما دوستان تا الان به این فکر کردین که الان 3 روز دیگه، 2 روز دیگه، پنجشنبه 19 بهمن دیگه کلاسیک را دد میشه دوباره، با واسه چی دارید الان پولتون رو دارین خرج میکنید؟ سرمایه گذاریتون به شدت اشتباه هستش و فقط حرف منو اشتباه متوجه شدید. یه کمی که فکر کنید خیلی واضحه که ارزم به حضورتون، حتی منم خودم گفتم تو اون ویدیو، ارزم به حضورتون دوباره فیز 2 سیزن آف دیسکاوری بیاد، واضحه که دوباره کلاسیک ارا دد میشه. اما بهترین کاری که شما میتونید انجام بدید اینه که ارزم به حضورتون به جای پول خرج کردن، به جای گرد خریدن، بیاید آقا خودتون آروم آروم لول اپ کنید. حالا مثلا این دفعه رو مثلا لول اپ میکنید تا 5 میارید، دفعه بعدی حالا دوباره سیزن اف دیسکاوری دید شد لول اپ میکنید تا 60 میارید، ولی کار خوبی به نظر من نیستش که بیاید سرمایه گذاری کنید. گرچه که من با این حرکتتون موافق هستم، اگر بخواید حالا یک گلدی بخرید، چه میدونم 5K مثلا میخواید بخرید داخل کلاسیک ارا مثلا بشه 1 تومن واسه بعدن، به نظر من خیلی باز بهتر از اکانت خریدن و این چیزا هست. چون اکانته که اولا که در مرحله اول اعتمادی بهش نیستش که قبلا چه سابقه ای داشته، و همچنین اعتمادی بهش نیستش که بک نخوره، و همچنین چیزی که خودتون همیشه بالا آوردین و اکانت خودتون یه چیز دیگه است تا اکانت یکی دیگه رو گرفتین که نمیدونین سابقه شیه. پس خیلی بهتر از اکانت خریدن. باز خواهش میکنم که دیگه حداقل اکانت نخرید. از اون موقعی که من این ویدیو رو گذاشتم، چنل های همین خرید و فروش گولد ورلد آف وارکرافت داخل اون قسمت کلاسیک اروشون دارن میزنن. اگر اکانت کلاسیک ارو دارید واسه فروش به ما پیام بدید. یعنی انقدر شما رفتید بهشون گفتید که اکانت دارید، اکانت دارید، من میخوام اکانت بخرم، اینو اومدن بیچاره اوردرشو زدن، و من باید بگم که تو رو خدا نکنید، یعنی بزرگترین اشتباه دارید میکنید، 2 روز دیگه ضرر میکنید دوباره. اونایی که تا الان گولد خریدن، باز یه چیزی، باز این گولد رو میتونن بفروشن، باز این گولد رو ارزم به حضورتون میتونن استفاده کنن، حداقل 5 تومن اکان نخریدن، 1 تومن مثلا گولد خریدن. ولی اونایی که اکان خریدن من واقعا نمیدونم بهشون چی بگم. واجی
هستی شد آقا، یه جمع‌بندی بکنیم. خلاصه که خواهش میکنم روی این گیم سرمایه گذاری نکنید، به خاطر اینکه این گیم یه پالاپوین های خودشو داره. اگرم میخواید سرمایه گذاری کنید اکانت نخرید حداقل، چون بدترین و اشتباه ترین کاریه که حداقل شما در هر صورت و در هر شرایط میتونید انجام بدید دوستان. نکته بعدی هم اینه که قبل انجام دادن هر کاری لطفاً کمی بهش فکر کنید. خیلی واضح بود که خدای سیزن آف دیسکاوری دوباره بیاد فیز جدیدش، کلاسیک ارا دوباره میمیره. اما حالا بازم من به خودم گفتم که حالا شاید بچه ها تجربه ندارن و حالا حواسشون نبوده دیگه این دفعه، ولی خب واجب دونستم که این ویدیو رو واسه تون بگیرم تا بهتون بگم که نه بچه ها، همچین خبرهایی نیستش که بیاین اکانت بخرید و اینطوری بخواید سرمایه گذاری کنید. از این نوع سرمایه گذاری ها میخواید بکنید 100% آخر به گا میرید، روک دارم بهتون میگم. مرسی که ویدیو رو تا اینجا با هم رو بودید دوستان. امیدوارم که این ویدیو به دردتون خورده باشه و بهتون کمک کرده باشم و یه سری سوء تفاهم که تو مغزتون ایجاد شده بود رو از بین برده باشم. و تا ویدیو بعدی بچه‌ها فعلا بدرود.